بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان گرامی، صبح شما بخیر. با بخش خبری 8 صبح با شما هستیم. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با محور مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مدیریت یارانه ها، آموزش و سلامت دیشب روی آنتن رفت. مناظره 6 نامزد انتخابات حدود 4 ساعت طول کشید و همزمان از 5 شبکه رادیویی و تلویزیونی پخش شد. استدیو 11 سازمان صدا و سیما میزبان دومین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. مناظره دیشب در 3 بخش بود: سیاستگذاری یارانه ها و محرومیت زدایی، ارتقای نظام سلامت و ارتقای نظام آموزشی. دارایی‌ها رو به مردم منتقل بکنید. آقای قاضی‌زاده هاشمی معتقد اگر در هدفمند کردن یارانه ها عدالت باشه، اون وقته که خانواده های ایرانی قدرت اقتصادی پیدا میکنن. با بیان مسائل حل نمیشه. ساحت ریاست جمهوری ساحت شخصیتی است که مسائل کشور را قبلا بررسی کرده، با کارشناساش نشسته، حالا کارشناس داخلی یا خارجی یا هرچی، با برنامه‌های مشابه آشناس، این روندها رو در داخل کشور اگر انجام شده بررسی کرده، یه راهکاری دارد، راهکار عملی دارد، به مردم راهکارش رو عرضه میکنه. در اقتصاد دو تا کار داریم، یکی بزرگ کردن سفره اقتصادمون هست با مدیریت قوی، یکی هم توزیع عادلانه و کارآمد درآمدهای کشور هست. من بعد از سالها تجربه مدیریتی خدمت شما عرض کنم، عدالت اقتصادی در ایران نشدنیه مگر با قدرتمند کردن تک تک خانوارهای ایرانی از طریق توزیع درست منابع مالی دولت، خصوصا اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها. بعضی افراد 22 برابر. آقای قالیباف هم برای برطرف شدن دغدغه های اقتصادی یک راهکار 5 فوریتی ارائه کرد. حتما سفره مردم رو اجازه ندیم کوچیک بشه. با یک رفاه کارت هم درمان اونها رو و هم معیشت اونها رو و هم کالاهای اساسی رو براشون تضمین کنیم. یک قطع زمینی که کاربری مسکونی داشته باشه به صورت رایگان به همه کسانی که مسکن ندارن اینها رو بدیم. به زوجای جوان در آغاز به مدت 3 سال واحدهای کوچک 75 متری پیش بینی کنیم، بدون اجاره اجاره‌بها اونجا زندگی کنن. مصممیم حتما واردات انجام بدیم تا رقابت بین خودروساز داخل و کیفیت خودرو خارجی باشه. باید مرز شرقیمون رو به طور کامل دیواره‌ای بذاریم که امنیت اونجا رو برقرار کنیم. برای هدف 14-14 دیدیم که پایتخت دوم ایران رو پایتخت اقتصادی و فناوری در سواحل دریای عمان و پس کرانه او انجام بدیم. ادعای تحول تو نظام اداری. اما آقای پور محمدی اشاره کرد برای عبور از مشکلات باید در نظام اداری دولت اصلاح اساسی صورت بگیره. مکانیزم و روابط نظام اداری رو خوب درک نمی کنیم. چالش هاشو نمیدونیم چیه. نسخه های کلی می نویسیم. کسی که میخواد اصلاحات اساسی رو انجام بده باید نظام اداری رو خوب بشناسه. ما هنوز که هنوزه رفتار اداری معیوب به ارث گذشته از رژیم گذشته رو به نحوی در جاهای معیوبتر حفظ کردیم. هر کسی هم که آمده مدیر دولت و رئیس دولت شده متاسفانه این بخش رها شده است. به مدیران دست سوم و چهارم سپردیم. اصلاح نظام اداری رکن رکین هر تحولی است با هر نگاه و هر رویکرد که متاسفانه جزء غایبین بزرگ همه اصلاحگری ها و طرحهای بزرگی است که ما داریم مطرح میکنیم و تعقیب میکنیم تو اصلاح رفتارمون و مدیریتمون. همین یارانه هایی که دارید میگیرید ادامه پیدا میکنه. آقای زاکانی در بحث هدفمندسازی یارانه ها یک راهکار ارائه کرد. ما یه یارانه طلایی تنظیم کردیم که ما به ازای مصرف انرژی کل خانوار کشور در بخش در واقع خانوار، شما به هر خانواده 3 نفره معادل اعتبار 20 گرم طلا در سال یارانه میرسه. یعنی یه خانوار 5 نفره 110 میلیون در سال یارانه داره. اعتبارم به طلا داده میشه.
مسئول از تورم، نقدینگی رو زیاد نمیکنه، اسباب صرفه جویی رو برای خانوار فراهم میکنه، هر چقدر صرفه جویی کنن سود میکنن. به میزان انتقال از سوخت های فسیلی بنزین به سمت در واقع سوخت های پاک، برق، بنزین به گاز و بعد هم به برق، سودشون بیشتر میشه. اینجا برای همه روستاییان، همه عشایر، بازنشستگان عزیز، همه ملت ثروتمند میشن. ما چه دلیل نمیخواد مردم ثروتمند میشن؟ علم باید مشکل جامعه را حل کنه. آقای پزشکیان معتقده به جای شعار دادن باید با حضور در میادین راهکارهای عبور از مشکلات رو پیدا کرد. زندگی ما و کار ما برای محرومین بوده. چه رئیس دانشگاه بودم، چه رئیس بیمارستان بودم، چه بالا اومدم، تمام فکر و ذکرم این بوده که به محرومین و به مناطق محروم برسم، چه در دوره ریاست دانشگاهی. و همون آدمایی رو که در سیستم کار نمی‌کردند وقتی دیدن، چون آقای دکتر خودش بهتر از من میدونه، 90% مشکل مدیریت ارشده، 10% برمیگرد کار. مردم خوبی هن. ولی وقتی نگاه میکنن من به عنوان جلودار به اصطلاح رانت میگیرم، آدمای خودم رو سر کار میذارم، خودم به اصطلاح کاری، هرچی از این حرفا بزنیم مردم ما رو میبینن، در نتیجه اونا قضاوت میکنن. مردم الان پشت سر ما قضاوت درستی ندارن. حالا هی بخوایم دیگران رو محکوم کنیم، مشکل مدیر ارشده. مدیر ارشد هر راه اگه صادق باشه و با مردم صادقانه بگه و آنچه که میگه با تمام وجود بهش معتقد باشه، قطعاً بقیه پشت سرش خواهند آمد. یه فرصت بسیار خوبه. آقای جلیلی هم گفت تهدیدها بهترین فرصت برای پیشرفت کشور در مقطع فعلی میتونه باشه. تهدیدها رو باید دید، اما در کنارش فرصتها رو هم باید دید. من این رو به عنوان کسی که بارها عرض کردم خدمت شما، مطالعاتی در این زمینه دارم، 35 سال کار سیاست خارجی کردم، عرض میکنم که ما امروز فرصتهای جهانی اتفاقا برای همین پیشرفت ما، برای جهش ما بسیار زیاده. و این که ما دوباره بیفتیم در یک خدای نکرده فضایی که 4-5 سال فقط معطل بشویم و بعد بگیم که نه، اگر فلان موضوع حل نشده باشد دیگه هیچ فرصتی رو نمیشود استفاده کرد، اینها تجربه های غلطی است. اگه میگوییم هر ایرانی یک نقش پرشکوه، این فقط مربوط به بعد از انتخابات نیست، در همین ایام انتخابات هم هست. من از تک تک شما اگر میگوییم یک ایران جهش، دعوت میکنم به یک ایران دعوت. این یک ایران دعوت چیست؟ اولا به مشارکت گسترده همه مردم بیان در انتخابات. هر چقدر ایرانی نقش پرشکوه خودشو در انتخابات بیشتر ایفا کند، انشالله آثار و برکات او در جنبه‌های مختلف برای کشور بیشتر خواهد شد. مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی ساعت 20 تا 24 امشب برگزار میشه. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما. ساختمان معاونت سیما، محل برگزاری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با عنوان خدمت عدالت محور دولت. اول نفر آقای قاضی‌زاده هاشمی به سازمان صدا و سیما آمدند. نامزدهای انتخابات یکی پس از دیگری وارد می‌شوند. آخرین نامزدی هم که در واقع وارد صدا و سیما شدن برای مناظره آقای جلیلی هست. سلامون هی. ابتدا برگزاری نماز. سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان آغاز مناظره نزدیک می شود. رویداد خیلی مهمیه و معمولا این رویدادها با هیجان استرس همراست و ستاره داریم استرس رو طبیعتا. کمکایی که لازم بوده تو حوزه مشورت و جمع‌آوری دیتا و هماهنگی و اینها رو انجام دادیم. تنظیم مطالب، تقدم و تأخرش، بعضی از محتواهایی که باید اینو تنظیم شده باشه، اینا کمکه که ما میتونیم بکنیم. برای امروز آماده کامل داریم؟ بله انشالله. وقت کافی گذاشتیم برای اینکه مناظره خوب برگزار بشه، مردم ببینند، لذت ببرند و در این حال به آگاهی مردم اضافه بشه. اعلام کنیم به هموطنان عزیز که هم برنامه داریم و هم میتونیم به خوبی این برنامه رو عملیاتی و اجرایی کنیم. تا جایی که فرصت باشه به جزئیات هم پرداخته میشه. برنامه یه شکل یه مقدار در واقع زمینی تر بشه که بالاخره به نوعی که بالاخره مخاطبی هم که بالاخره پشت در واقع آنتن نشسته و گوش میکنه یک در واقع برداشت مثبت داشته باشه. نامزدهای ریاست جمهوری در راهروی منتهی به استودیوی برگزاری مناظره دیده میشن.
حالا همه چیز آماده برگزاری مناظره دوم است. اتاق فرمان پیش از مناظره داره آخرین اقدامات صورت میگیره برای اینکه به بهترین نحو این مناظره برگزار بشه. استودیوی مناظره هم آماده شده برای برگزاری دومی مناظره. بالاخره این مناظره سبد رأی نامزدها رو ممکنه جابجا بکنه. مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که ما این فضا رو فراهم بکنیم که نامزدها بتونن حرفاشون رو کامل بزنن و بعد این انتخاب رو واگذار کنیم به مردم. ان شاءالله که اجرای خوبی داشته باشید. خیلی مخلصیم. قربون شما. سلام، شب شما بخیر. اینجا استودیو 11 تلویزیون و به دومین برنامه مناظره نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری خوش آمدید. برنامه که آغاز می شود تغییرات چیدمان استودیو نسبت به مناظره قبلی جلب توجه می کند. تغییرات مختصری در دکور برنامه داشتیم. تغییراتی که توی دکور برنامه نسبت به مناظره اول به وجود اومده چی هست؟ ما در مناظره قبلی از مبلمان استفاده کرده بودیم، ولی کن بازخوردی که از مخاطبین و حتی خود کاندیدای محترم گرفتیم، دستور رئیس سازمان این شد که ما ظرف زمان خیلی کوتاه دکوری که در حال حاضر میبینید، یعنی میز و صندلی تعبیه بکنیم. همزمان با آغاز مناظره هم کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری بر روند برگزاری نظارت می کند. هر موردی هم که لازم باشه وفق قانون و مقررات این نکات لازم تذکر داده میشه. الان مشکلی بوده؟ تا الان مشکل جدی نبوده. چند مورد مطرح شده که توجه و تذکر لازم به شکل مناسب داده شده. امیدواریم انشاءالله رایت بشه. تذکر میدین تای برنامه به مجری میگه؟ بله، به مجری. امشب یکی دو مورد بود چون اسم افرادی مثلا مطرح شد، تذکر داده شد که حق اون افراد محفوظ باید بمونه و میتونن پاسخگو باشن. کمیسیون نظارت بر انتخابات حضور دارن، اگر تخلف انتخاباتی صورت بگیره اعضای کمیسیون میتونن که صحبت رو قطع کنن و تذکر انتخاباتی بدن. شما در واقع از جا میفرستیشو به آتش؟ بله بله. زمان اختصاص یافته به هر نامزد نیز زیر ذره‌بین محاسباتی است. با زمان سنج تایم‌های اضافی که کاندیداها صحبت کردن حساب می‌کنیم. شاید توی مجموعه مرحله اول یه نفر 8 دقیقه و 12 ثانیه 8 دقیقه و 13 ثانیه صحبت کرده، در نهایت از تایم انتهاییشون کم میشه که فرصت جمع‌بندی داره. زمان می‌گذرد و مناظره 4 ساعته به پایان میرسد. شب بر شما خوش. فرصتی خدا. برای بیان نقطه نظرات نامزدهای ریاست جمهوری درباره برنامه. از پس یک مناظره حدود 4 ساعته عشان. اگر نکته‌ای در این باره هست منتظر هستیم که خیلی کوتاه ظرف یک دو دقیقه بفرمایید. هم بحث‌ها کارشناسی‌تر بود، هم جذاب‌تر و خب یه جاهایی هم به نظر من ریتم کار تندتر شد و نسبت به قبل کیفیت بهتری داشت. این مناظرات و این مباحثات کمک میکنه به اینکه مردم ما بتونن به اون انتخاب بزرگشون نزدیک بشن، تصمیم دقیق بگیرن و انشالله اون چیزی که خیر کشور هست، خیر خودشون هست، خیر نظام هست رو به بهترین شکل انتخاب کنن. امیدوارم که ما با شعارها یا حرفایی که میزنیم صادقانه فردا اگر به جایی رسیدیم و به قدرتی رسیدیم و یا حتی از اینجا نشد در جایگاه‌هایی که قرار می‌گیریم با مردممون صادق باشیم. یه خورده باید گفتگوها جدی‌تر باشه، نقدها زنده‌تر باشه و اجازه هم بدیم همدیگه نقد بکنیم. خود مردم این براشون مفیدتره، به حال می‌خوان انتخاب مهم انجام بدن، جا داره که اطلاعات بیشتری داشته باشن. وقتی فرد به سر کار گمارده می‌شود توسط یک جمعی، یک گروهی که مورد حمایت قرار گرفته، اونها تیم اجرایی او رو تشکیل میدن و دولت او رو عملا اونها تشکیل میدن و خیلی مهمه که اون افراد افراد پاک دستی باشن، سالمی باشن. کشور واقع امرش نیازمند به یک تحول داره. این تحول هم نیازمند بسته های عملی اجرایی قابل بررسی و سهگذاری است. حرف کلی نمیشه زد، با حرف کلی کسی نمیتونه کار رو حل بکنه. 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برای انتخاب 9مین رئیس جمهور
جمعه 8 تیر ماه سال جاری برگزار می شود. تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 3 مناظره دیگه در روزهای 1، 4 و 5 تیر ماه برگزار خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. مناظره دیشب رو برخی ها در محل ها و اماکن عمومی تماشا کردند. مناظره ای که بینندگان رو تا نیمه شب پای تلویزیون نشوند. با داغ‌تر شدن تنور انتخابات و آغاز مناظره ها، سلام، شب شما بخیر. شور انتخابات نه در خانه ها بلکه در اماکن عمومی هم دیده می شود. ساعت حدود 8 شب چهارراه ولیعصر و حضور مردم برای دیدن دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. گفتیم بیایم این دفعه در جمع بین مردم ببینیم واکنش مردم به کاندیداها و حرفاشون چیه. من خودم مناظره رو می‌خوام ببینم. با توجه به شروع شوقی که تو مردم دیدم، من ترغیب شدم که بیام اینجا، چون افکار و رفتار هر کسی فرق می‌کنه، دیدگاه‌ها فرق می‌کنه، جذاب‌تر میشه. مناظره هایی که هرچی جلوتر میرود، به نظرم این مناظره یکم چالشی تر شده و نظر مردم بیشتر جلب شده. مناظره اول کلیگویی بیشتر بود، ولی اینجا حداقل یه مقدار دقیق‌تر صحبت میکنن. حالا شاید مناظره اول یه مقداری سردتر بود، ولی اینجا پویاتر هست، بهتر به سوالات پاسخ میدن. مناظره دوم حواشی خیلی بیشتری داشت نسبت به مناظره اول، الان تکمیلتر بهتره. اما واکنش مردم به وعده های اقتصادی نامزدها، بعضی از کاندیدان نگاه مشکلات اقتصادی رو خیلی خوب میدونن، اما بعضی ها فقط متاسفانه به مشکلات اشاره میکنن و کنارش رد میشن. بعضی از کاندیداها واقعا با برنامه دارن میان، برنامه‌شون رو دارن ارائه میدن، سال هاست که دارن رو برنامهشون کار میکنن. رعایت اخلاق انتخاباتی یکی دیگر از خواسته های مردم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره هاست. این دفعه برخلاف دورهای قبلی اخلاق رو رعایت کردن. با آرامش خیلی کارا قشنگتر پیش میره. نقد کردن، شما این کارو کردی، شما اونجا رفتی، شما این کارو کردی، به نظر من وقت مردم میره بهتر دفعه قبلی. مناظرهایی که شاید بتواند به برخی سوالات مردم پاسخ دهد. پرسشایی که تو ذهنم بود بعضی کاندیدا پاسخ دادن، بعضی در زمینه یارانه متوجه شدم که هر نامزدی چه برنامه‌ای داره. حالا مردم از نامزدها چه انتظاری دارند؟ مشکل اکثر ما جوونا اینه که خونه ندارن، ماشین یا مثلا امکانات شغلی خیلی هاشون ندارن، همه گرفتار اقتصادی هست، مشکلات سلامت، بهداشت، مشکل بیکاری هست. مناظره هایی که همچنان ادامه دارن. 3 مناظره دیگه داریم. سومین مناظره تلویزیونی جمعه 1 تیر ماه برگزار میشه. سالار واعظی، خبرگزاری صدا و سیما. ساعات کاری شنبه و یک شنبه ادارات دولتی در خوزستان کاهش یافت. استانداری خوزستان اعلام کرد با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دما به بالای 50 درجه و با هدف سلامت مردم و کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کار ادارات فردا و پس فردا از ساعت 6 تا 11 خواهد بود. استانداری خوزستان از کارمندان خواسته باقی ساعت کار را دورکاری کنند. دمای هوا در 2-3 روز گذشته در استانهای خوزستان و بخشی از استانهای ایلام و بوشهر از 50 درجه فراتر رفت. خب، کارشناس هواشناسی در استودیوی دیگه ما درباره اوضاع جوی کشور بیشتر توضیح میده. آقای سرکرده سلام، هوای گرم در استان‌های جنوبی تا کی ماندگاره و گویا در بخش‌های از شمال کشور هم ما بارندگی پراکنده رو داریم و اینطور پیش بینی شده؟ بله، درود بر شما خانم حسینی. بله، امروز هم همچنان دماهای بالا رو داریم، همین رنگ‌های قرمز پررنگ رو در نواحی جنوب غرب و جنوب کشور امروز هم داریم. دیروز کم نبودن شهرهایی که ازشون دمای بالای 50 درجه گزارش شد، از اهواز و امیدیه 51 درجه گرفته تا مهران در استان ایلام که 50 شد، یا شبانکاره در استان بوشهر که 53 درجه شد. خیلی از شهرهای نواحی جنوبی در استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، حتی جنوب استان فارس دمای 50 و به بالا رو داشتن. اما برای فردا و پس فردا همچنان همین دماها رو داریم، اما اصلا پایدار نیست، چون که از پس فردا بایستی منتظر کاهش دما، هرچند آنچنان نیستش، یعنی در حد 2-3 درجه بیشتر نخواهد بود برای نواحی جنوب غرب و همچنین جنوب کشور. اما خب
از یک شنبه به بعد بایستی منتظر کاهش یه 2-3 درجه دما برای شهرهای جنوبی باشیم. اما بریم به نواحی شمالی کشور. تو این حال و هوا بارش هم اتفاق میفته. برای امروز بارش رو در نوار شمالی کشور از استانهای آذربایجان غربی و شرقی بیشتر نواحی شمالیش گرفته داریم. در استان اردبیل همینجور بیایم در ارتفاعات البرز واقع در ارتفاعات استان تهران، قزوین، البرز و زنجان، همچنین منطقه مرتفع استان گیلان، مازندران و گلستان امروز رگبار و رعد و برق رو در بعد از ظهر پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه پیش بینی میشه برای استان همدان یا مرکزی و قم هم بارش خیلی خفیف و موقتی رو داشته باشیم برای امروز و فردا. بیایم به شمال شرق کشور. در استان خراسان شمالی و شمال استان خراسان رضوی هم در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق پیش رو خواهد بود. یادمون باشه این حال هوا معمولا بعد از ظهر اتفاق میفته، تا ظهر خبری نیستش. از بعد از ظهر باشه گیری ابری هم رفتی، رگبار و رعد و برق در این مناطق شروع میشه. پس بنابراین برای فردا و پس فردا این شرایط رو داریم برای نواحی شمالی کشور. ضمن اینکه پیش بینی میشه وزش باد شدید هم اتفاق بیفته. وزش باد شدید رو امروز در نواحی شرقی، شمال سیستان و بلوچستان، بیشتر منطقه زابلزه، حکیرمند و هامون داریم که باعث تولید گردخاک و کاهش کیفیت هوا در این نواحی میشه. کسایی که در استان کرمان هستن، خراسان جنوبی، همچنین خراسان رضوی هم وزش باد نسبتاً شدید هستش. در دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب استان تهران، سمنان هم همین شرایط رو داریم. اما در نقطه مقابل یعنی جنوب غرب کشور، علاوه بر وزش باد، گردخاک انتقالی از روی عراق به استان‌های غربی و جنوب غربی کشور رو پیش رو داریم که باعث کاهش کیفیت هوا میشه. و تهران در حال حاضر دماش 28 درجه است. امروز حداکثر به 35 درجه بالای صفر خواهد رسید. خانم حسینی با شما هستیم. خیلی ممنونم از شما آقای سرکرده کارشناس هواشناسی. افزایش 10 برابری فروش نفت در 3 سال دولت شهید رئیسی بار دیگر در نشست استماع مجلس سنا با مدیریت سناتور تد کروز مطرح شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در این نشست تاکید کرد تحریم ایران متوقف نشده و تاکنون دولت بایدن بیش از 200 شخص مرتبط با فروش نفت ایران را تحریم ثانویه کرده. So in today's podcast, verdict with Ted Cruz. سناتور تد کروز از ایالت تگزاس ناراحت و نگران از فروش روزانه 2 میلیون بشکه‌ای نفت ایران. مقامات فعلی و سابق سیاست خارجی آمریکا را یکی پس از دیگری به نشست استماع مجلس نمایندگان دعوت می‌کند. می‌خواهد بداند جریان چیست. چگونه ایران در عرض 3 سال فروش نفتش را حدوداً 10 برابر کرده. این یکی از تازه ترین دوره همیهای تد کروز است. میزبان معاون و دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک شده. میپرسد ایران چطور توانسته 80 میلیارد دلار از افزایش صادرات نفت به دست آورد. نرخ فروش نفت ایران از 300 هزار بشکه به 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. این حدود 80 میلیارد دلار درآمدی است که ایران به دست آورده، زیرا دولت شما از اعمال تحریم‌های نفتی خودداری می‌کند. باربارا لیف اما میگوید اینکه ایران را تحریم نمی‌کنیم نادرست است. ما تحریم‌های نفتی را اعمال می‌کنیم. ما هزینه سنگینی روی دست اونا گذاشتیم و تنها 230 مورد تحریم علیه کسانی که در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کنند اعمال کردیم. معاون وزیر خارجه آمریکا این را هم میگوید که نمی‌داند کجای کار اشتباه است و چرا تحریم‌ها کارساز نیستند. البته تد کروز حدوداً 1 ماه قبل هم چنین سوالی را از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم می‌پرسد. با لحنی متفاوت تر می‌گوید پیچ تحریم‌های ایران را شل کردی. دولت بایدن از جمله تو مسئول حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل هستی، چون اجازه دادید 80 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت به ایران برود. That statement is profoundly wrong. We have gone at Iran repeatedly with more than 600 sanctions applied against different. با این همه اما انگار بلینکن دلیل ناکامی تحریم‌های آمریکا را می‌داند. They are working hard to do what they can to get around the sanctions. So just the prior administration was had tools you didn't have, they were more effective, or maybe they just weren't desperate to cut a deal with Iran. And we continue every single day. تلاشی سخت که پیش از این بلومبرگ آمریکا جزئیات آن را در گزارش مفصلی در میان نظام پرداخت و شبکه انتقال دریایی پنهان از دید خزانه‌داری آمریکا جستجو کرده بود.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما. سرپرست وزارت امور خارجه اقدام کانادا را در تروریستی توصیف کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم کرد. آقای باقری در پیامی در فضای مجازی نوشت این اقدام غیرقانونی کانادا ناقض اصول و قواعد حقوق بین الملل، هدیه ای سخیف به رژیم نسل کش، تروریست ها و دیگر دشمنان صلح و ثبات منطقه است. سپاه بخش لاینفک نیروی رسمی نظامی جمهوری اسلامی ایران است که نقش بی بدیل در دفاع از امنیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران عزیز و حراست از امنیت و ثبات منطقه و مقابله با تروریسم داعشی داشته و دارد. سرپرست وزارت امور خارجه تاکید کرده مسئولیت عواقب این تصمیم تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه بر عهده دولت کانادا خواهد بود. همچنین روز پنجشنبه سفیر ایتالیا در تهران که مسئولیت حفاظت از منافع کانادا را بر عهده دارد به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و اعتراض شدید کشورمان به اقدام غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل دولت کانادا به وی ابلاغ شد. مناطق مختلف غزه همچنان آماج حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر غرب شهر رفح را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. بخشای مرکزی نوار غزه و اردوگاه نصیرات هم هدف حمله توپخانه‌ای و گلوله باران شدید تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. محله شجاعیه در شرق شهر غزه نیز هدف حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حملات 11 فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند. همزمان منابع خبری تصاویر ماهواره‌ای و هوایی از خسارت‌ها و ویرانی‌های بجامانده ناشی از حمله گسترده ارتش صهیونیستی به اردوگاه‌های یبنا و شابوره در شهر رفح در جنوب نوار غزه منتشر کردند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد سلیم اشرفا خبرنگار شبکه ماهواره‌ای الاقصا در بمباران نوار غزه به شهادت رسید و شمار شهدای خبرنگار در جنگ غزه به 152 تن افزایش یافت. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه مخلوط کردن مواد اولیه لنت ترمز را بومی سازی کنند. کاهش خطای انسانی و سفارشی سازی از جمله مزیت‌های استفاده از این دستگاه است. برای تولید لنت ترمز گاهی بالای 35 ماده مختلف باید با هم ترکیب شود. ترکیب این مواد به صورت خاص هستش. جرم حجمی های متفاوت دارن. به خاطر همین یه سیستم فوق پیشرفته نیاز بودش که متاسفانه شرکت های خارجی اینو به ما نفروختن. تجهیزی که با بهره گیری از فناوری موادی را باید با هم مخلوط کند که در حالت عادی با خطا انجام میشد. یه ماده ای مثل پشم آهن. پشم آهن یه آهن خرد شده است که وقتی تو دست میگیری اصلا تو دست میگیری پشامیدی سفت میشه. خب این ماده وقتی دست میگیری سفت میشه، قوت کردن و توزیع کردنش خیلی مشکله. این دستگاه این 35 نوع ماده رو به صورت یک جا میتونه ترکیب انجام بده. مواد دیگه ترکیب نمیشه، برای فردا بمونه، به لحظه میاد. کاهش خطای انسانی و ارتقای کیفیت در محصول نهایی حاصل بومی سازی دستگاه مخلوط کن ماده اولیه لنت ترمز است. حسن این دستگاه اینه که ما خطای انسانی رو به سمت صفر داریم میاریم. یعنی به لحاظ کیفی 30% ارتقای کیفیت داشتیم. سفارش سازی هدف دیگر این بومی سازی است. محدودیتی تو ارائه فرمول نداره. تخت افزارش از تعدادی مخزن تشکیل شده. یعنی اگر یه شرکتی 20 مواد اولیه داره 20 مخزن میتونه بذاره. به گفته این مدیران این شرکت دانشمندان پیش از این شرکت‌های تولیدی لنت ترمز از دستگاه‌های نسل قدیم استفاده می‌کردند که با بومی‌سازی این تجهیز فناوری تولید لنت هم تغییر پیدا می‌کند. وحید زاکریه راد، خبرگزاری صدا و سیما.